طی 5 روز اخیر فرا شاهد رویدادهای خونینی بوده است. اعضای شورای ولایتی فرا با ابراز نگرانی از کشته شدن نزدیک به 50 تن از نیروهای امنیتی و سقوط 3 پاسگاه به دست طالبان مسلح خبر می‌دهند. از سوی هم والی فرا از کشته شدن نزدیک به 100 طالب سخن می‌زند. در این حال آریانا نیوز به ویدیویی دست یافته که نشان می‌دهد سربازان پاسگاه شمالگاه مرکز فرا بعد از پایان یافتن مهماتشان خود را تسلیم طالبان مسلح می‌کنند. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا فرستاده است. در 5 روز اخیر ولایت فرا شاهد رویدادهای خونین بوده است. تیرباران شدن 15 تن از نیروهای ویژه کماندو در ولسوالی بالابلوک از سوی طالبان، کشته شدن 7 پلیس ملی در پی سقوط پاسگاه امنیتی برنگتوت، دست به دست شدن ولسوالی اناردره بین طالبان و نیروهای امنیتی و کشته شدن 12 تن از نیروهای امنیتی، کشته شدن 4 سرباز ارتش ملی در پی انفجار یک ماین در ولسوالی پشترود، کشته و اسیر شدن نزدیک به 10 تن از نیروهای امنیتی و در اخیر کشته شدن 8 تن از نیروهای امنیتی ملی و پلیس در پی سقوط پاسگاه شمالگاه مرکز فرا رویدادهایی است که در طول هفته جاری در فرا رخ داده است. مورد کماندوی سرتیر و اتلس کس متاسفانه په دې جګړې کې شهیدان شو. همداش از مورد شمالگاه په سیمه کې چې موږ ګوسته سقوط شو د ملکیلو او د اناردری د ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د سقوط دو چې په هغه کې موږ ولستانه د امنیه قومندان په شمول په شهادت ورسیدل. از سوی هم عبدالبصیر سالنگی والی فرا در هفته جاری کشته شدن 36 تن از نیروهای امنیتی را میپذیرد. او میگوید در این رویدادها تلفات سنگینی نیز به طالبان مسلح وارد شده است. به گفته وی نیروهای امنیتی توانستند بیش از 100 تن از طالبان مسلح را در پی عملیات تصفیهوی و بازپسگیری ولسوالی اناردره از بین ببرند. 47 نفر در اناردره، 11 نفر در یک سرایچه کشته دادن، دیگر تعداد 34 نفر دیگه شد. در 36 و 37 نفر دیگه در خود رسولی ناتلف دادن توسط بمباردمان هوایی و قطعاتی که در اوجه رسیدن دیگه در 2 روز اینا تقریبا گفته میتونیم بالاتر از 47 نفر در تودنک ها در اوجه، یعنی در فرارود در شهرهای لنبریه که هرات قندار در اوجه اینا کشته دادن. در همین حال آریانا نیوز به ویدیویی دست یافته که نشان می‌دهد صبح روز سه‌شنبه همین هفته پاسگاه امنیتی شمالگاه مرکز فرا بعد از پایان یافتن مهمات جنگی، پلیس با دست خالی و حالت مجروح از سوی طالبان مسلح بازداشت می‌گردند. وسعت ولایت فرا بسیار کلان هست و نیروهای مخالفین هم تجمعش هم بسیار زیاد است. در حدود 750 گروه که چندین سال از در ولایت فرا فعالیت داره و حضور دارن و تشکیلات، تجهیزات، نیروی انسانی ما کمبود هست. اما والی فرا تاکید می‌کند که دولت مرکزی به گونه کامل متوجه ناامنی‌ها و تلفات نیروهای امنیتی به ولایت فرا شده و به زودی مخالفین مسلح دولت را مورد هدف قرار خواهند داد. گفته‌هایی که همواره از سوی مقام‌های محلی این ولایت به رسانه‌ها گفته شده است.